احساس طرد شدگی از جمع دوستان، خانوادگی یا هر جمع دیگه ای خیلی احساس بدیه و حس بدی رو، حس ناراحت کننده ای رو به آدم ها میده. امروز میخوایم ببینیم زمانی که این حس درون ما ایجاد میشه باید چی کار کنیم و یه کمی با این حس بیشتر ارتباط برقرار کنیم. صاحب اینجا کیه؟ پرسیدم صاحب اینجا کیه خانم؟ بفرمایید، بنده در خدمتتون هستم ولی صاحب اینجا نیستم. من خدم و خشم نمیخوام. بگون بچه گور به گور شده به من بیاد، من میخوام برم، وگرنه کافر رو سرت خراب میکنم. بچه شما؟ مگه هر کسی گم میشه باید اینجا دنبالش بگردیم؟ پسر من جدیدن حرفای عجیب غریب میزنه، الان دو شب هم هست تو خونه نیومده. بفرمایید لطفا بشینید، الان در خدمتتون هستم. لطفا یکم آرومتر. ببین خانم، من آرومم، عصبی هم نیستم، فقط این نیما پسر من حرفای عجیب میزنه که من نمیفهمم حرفاشو. ولی من خبری ندارم، الان چند وقته که اینجا هم نیومده. شما بهش بگید که اگه برگشت خونه برگشت، اگه بر نگرده خودش میدونه. من باشه چشم، اگر که اومدش حتما پیغام شما رو میرسونم، ولی میشه لطفا یکم آرومتر باشی؟ اجازه میدیم من براتون یه بستنی بیارم؟ نه خیر ممنون، من احتیاج ندارم چیزی بخورم، من فقط دنبال پسرم میگردم، کلا همه چیزش به هم ریخته، نمیتونم بفهممش. خواهرانا سلام. سلام، کجایی؟ معلومه کجا هستی تو؟ بابا اومده بود اینجا؟ آره، خیلی عصبانی بود. چیزی گفت؟ از من چیزی پرسید؟ آره نیما، معلومه تو داری چی کار میکنی؟ نمیدونم. چی شده خب؟ گفتنش برام خیلی سخته، خیلی. بگو ببینم چی شده. بابا این بابای منو نگاه نکن، همه جا راه افتاده دنبال من. بابای من کلن یه آدم سنتیه، تمام فکر و ذکرش اینه که شکم ما رو سیر میکرد، اصلا به این فکر نبود که من به چی باید فکر کنم یا فکر نکنم. نیما هرچی باشه پدرت هست، خیلی نگران بود، معلومه که تو رو خیلی دوست داره، که اومده بود اینجا داشت کافر به هم میریخت، دنبال تو میگشت. اون الان چند وقت فهمیده من به عیسی مسیح ایمان آوردم، از اعتقادات قلبی منم آگاهه، ولی داره یه چیزایی به همه میگه که دروغن، منم اونا رو دوست ندارم. این آخریا برگشته میگه نیمان نمازش ترک نمیشه. خب نیما جون، شاید میخواد یه تلنگر به تو بزنه. حالا هر چی اسمشو هر چی میخوای بذاری، اون داره منو پیش همه خراب میکنه. میدونم خیلی سخته، حالا برو بشین با هم دیگه صحبت میکنیم. میدونی چیه؟ من یه داداش کوچیک دارم، اون داداش کوچیکه من اعتقادات قلبی شبیه منه، ولی اونا منو از اون دور میکنن، اصلا نمیذارن تو جمعشون من بیام، فکر میکنن من رو اون تاثیر میذارم، نمیدونم چیکار کنم. نیما فرار کردی تو؟ فرار؟ آره فرار کردم. اگه بپرسم چرا، اشکالی داره؟ سخت گفتنش برام، ولی
میدونم نیما سخته، ولی آخه این راهش نیست. اون جلوی همه الان چند وقته هی داره به دروغ میگه نیما نمازش ترک نمیشه و فقط میخواد منو خراب کنه پیش دیگران. من الان دیگه این چند وقته که اون فهمیده من به عیسی مسیح ایمان آوردم خواب زندگی ندارم. همه چی ریخته به هم. هر جا میرسه میگه نیما کارهایی میکنه، مثلا این دم آخریه برگشته گفته نیما نمازش ترک نمیشه. اصلا اینو من قبول ندارم و دوست ندارم. اون به دروغ چیزی نگفته نیما، اون فقط شاید میخواسته یه تلنگر به تو بزنه، همین. حالا هر چی اسمشو میخواد بذاره، مهم اینجاست که اون داره منو خراب میکنه. پیش فک و فامیل هر چی میرسه میخواد از من بگه. منم دیگه کم آوردم. این شب آخری جلوی داییش و زندهش گفتم این حرفو نزن. این چیزایی که تو میگی من دوست ندارم آقا جون. من دوست ندارم. من از طریق عیسی مسیح قلبم لمس شده. همین شد که بحثمون بالا گرفت و منم زدم بیرون. میدونم نیما خیلی سخته، میدونم. ولی تو تا حالا در مورد عیسی مسیح باهاشون صحبت کردی؟ براشون توضیح دادی که عیسی مسیح کیه؟ اونا نمیخوام بدونن. اصلا نمیشنون. میدونی چیه؟ من یه برادر کوچیک‌تر دارم، دبیرستانیه. خب اون اعتقادات قلبی شبیه منه. به خاطر همین اونا میترسن من روش تاثیرات منفی بزنم از دید خودشون. من از تو جمعشون کلا حذف کردم. نمیدونم چیکار کنم. خیلی خسته شدم. ولی به نظر من که باید تو در مورد اعتقاداتت باهاشون صحبت کنی، نه اینکه فرار کنی. فرار که راهش نیست. چی بگم خواهرم؟ چی بگم؟ نمیدونم چیکار کنم. دوست داری یه قصه با هم دیگه بازی کنی؟ همه ما به نوعی طعم بد و تلخ طرد شدگی رو چشیدیم و تجربه زیادی هم در این زمینه داشتیم و داریم. اکثریت مردم دنیا، یا بهتره بگم تقریبا همه مردم دنیا، به طریقی طرد شدن. اما تعداد کمی از این جمعیت حاضر هستن بهش اعتراف بکنن یا در موردش صحبت بکنن. چرا؟ چون یادآور خاطرات تلخه براشون. شدن غرورشون بهشون اجازه نمیده. یا ممکنه در کنار این دلایل دیگه هم داشته باشه. در واقع حس طرد شدن به غیر از دردی که به همراه داره خجالت هم داره. خجالت هم همراهشه. حالا داریم در مورد طرد شدگی صحبت میکنیم. اصلا طرد شدگی چی هست؟ با این واژه آشنا هستیم؟ تا حالا شده که احساس ناخواسته بودن بکنیم یا احساس بکنیم که دور انداخته شدیم، برای کسی مهم نیستیم، بی ارزش هستیم؟ خب اینا جزء طرد شدگی، اینا طرد شدگی رو شامل میشه. ممکنه که ما از بین دوستامون رانده شده باشیم، از بین همکارامون تو محیط کار رانده شده باشیم، یا از بین فامیلمون، خانوادهمون، بچه، همسر طرد شده باشیم، و یا از کلیسا و حتی خدمتمون کنار گذاشته شده باشیم. جز کدوم یک از این دسته ها هستیم؟ شدم همش. شدم همه تک تک اینا برای ما اتفاق افتاده باشه. ولی اینکه جز کدوم یک از این دسته ها هستیم خیلی مهم نیست. مهم اینه که ما طرد شدیم. و خیلی خوبه که با این واقعیت روبرو بشیم. با واقعیت اطرافیانمون، با واقعیت دوروبرمون، جامعه روبرو بشیم. هرچند که دردناکه، هرچند که واقعاً یادآور خاطرات تلخه برامون، ولی دردناک بودنش باعث نمیشه که واقعیت تغییر کنه. همه ما یه جایی توی زندگیمون کنار گذاشته شدیم. ممکنه که بچه‌ای نخواسته بودیم، ممکنه که از کارمون اخراج شدیم، ممکنه که از دوست آشنا خیانت دیده باشیم، ممکنه که حتی از همسرمون جدا شده باشیم، بچه‌هامون ما رو ترک کرده باشن. واقعا مثال براش خیلی زیاده، ولی ما ممکنه خانواده هایی داریم که برای ما همه جور امکانات رفاهی، تفریحی، تحصیلی فراهم کرده باشن، ولی هنوز ما احساس بدی داریم. هنوز انگار یه چیزی این وسط کمه که باعث آزار ماست. ممکنه به نیازهای روحی ما خیلی توجهی نشده باشه توی این زمینه و تفلی پدر مادرمون مجبور بودن دو شیفت کار کنن برای اینکه بتونن خرج زندگی ما رو برسونن. برای اینکه بتونن بیشتر به زندگی برسن، بیشتر برای ما در واقع امکانات فراهم کنن، مجبور بودن دو شیفت کار بکنن. و ما اون وقت احساس کردیم که شاید اصلا برای اونا مهم نیستیم، چون وقتی نداشتیم در طول هفته برای اینکه با اونا داشته باشیم. و یا افرادی که مثلا برای بچه های فامیل خانواده‌ای هستن که بزرگتری میکنن، مثلا خواهرش زنگ میزنه بیا با بچه من یه دو ساعت صحبت بکن، این درس نمیخونه، میره جای دو ساعت، چهار ساعت هم صحبت میکنه، ولی هنوز
در طول هفته یک ساعت برای بچه خودش فرصت نداره و این موقع ممکنه که بچه اون شخص یا اون خانواده افسرده بشه و احساس کنه که اصلا مهم نیست برای خانوادهش، هیچ تایم رو به پدر مادر خودش نداره و سرخورده میشه. بعضی ترچدگی هم دیگه خیلی عمدی صورت میگیره، یعنی به صورت خودآگاه انجام میشه نه ناخودآگاه. به خاطر غرور و حسادت ها ممکنه یه شخصی یا یه گروهی یه شخص دیگر رو طرد کنن و باعث بشن که حتی مثلا از جامعه فاصله پیدا کنه، منزوی بشه. نادیده گرفتن شخصی با توانایی های بالا توی محیط کار، یکم خیلی بهتره، خیلی کارش درست داره، خیلی باهوشتره، پرتلاشتره، بله ما رفتیم زیرابش رو زدیم، باعث شدیم که اون شخص اخراج بشه. چرا؟ چون تو چشم مثلا بالادستی مافوق یا رئیسمون بیشتر ما بدرخشیم، شیرین باشیم، یا نمیدونم، انگیزه هر کسی معمولا متفاوته از انجام دادن همچین کاری، ولی ممکنه که یکی از همینا باشه و باعث شدیم که اون شخص کنار گذاشته بشه. ما تو خدمت ها و کلیسا هامون هم بعضی وقتا این کار رو انجام دادیم، باعث شدیم که یه شخصی از خدمت حتی فاصله بگیره، خدمت اونو گرفتیم انگار که حالا مثلا دیگه بر ما قحطی بوده، خدمت اونو میخواستیم، میخواستیم که اون این کار انجام نده ما جاش بریم انجام بدیم و مثلا ما تو چشم رهبرمون خیلی یه آدم بهتری باشیم. اینا یه قسمت هایی، یک جاهایی، یک مثال هایی از ترد شدن های ما بود و خیلی مثال های دیگه میشه واقعا براش زد، یعنی اینقدر مثال تو موقعیت های مختلف وجود داره. ولی حالا ببینیم همه این اتفاقا، همه اینا یه سری زخم هایی رو در روح و قلب ما ایجاد میکنه که حتی ممکنه سالها بمونه اون زخم، ممکنه جاش درد بکنه بعد سالها میگذره ولی هنوز اون زخم جاش هست، هنوز اون درد با تو هست، زخمای عمیقی که خیلی عمق داره و باید خوب بشه. ما باید از این زخمامون خوب بشه، از این زخما شفا بگیریم که بتونیم بهتر زندگی بکنیم. من فکر میکنم توی این مورد به خصوص هم باز ما نیاز به شفای خداوند داریم. این مال تو. مرسی. چند روز بود که مادرم دائما غر می‌زد. اصلا رفتارش با من عوض شده بود. نمی‌دونی اصلا شرایط خوبی نداشتم توی خونه. هر چقدر اعصاب تا حالا دارم توی این آشپزخونه کار می‌کنم انگار نه انگار این وسایل شما هم جمع جور کردنش کار خدا میدونه دیگه. خسته شدم بابا، مثل کلفتا. خب قربونت برم، مادر من چقدر بهت بگم، نکن. شما واقعا احتیاج به یه مسافرت دارین ماما. مسافرت؟ همین مونده با بودن شما من برم مسافرت. من برم مسافرت شما رو چیکار کنم؟ ماما یه برنامه مسافرت بریزین، به این مسافرت روحیتون عوض میشه به خدا. دلت خوشه ها، تا جوون بودیم سری ما رو شوهر دادم، تا شوهر کردیم هنوز هیچی به هیچی یه بچه تو بغل داریم. وای مامان چقدر غر میزنی. غر میزنم؟ بایدم بزنم، دلم به تو خوش باشه، به بابات خوش باشه، دلم به چی خوش باید باشه؟ مامان تو رو خدا بس دیگه، هی من همسن تو بودم، تو همسن من بودی، بچه داشتم، بچه داشتیم. آره دیگه. مامان آره دیگه. تو رو خدا. بله جدیدن خیلی عوض شدی دیگه، حرفای منم برای تکراری شده، بایدم تکراری بشه حرفای من برای تو، کلن تغییر کردی. الهی قربونت برم من، قربون چشات برم من، آخه من کجام تغییر کرده؟ چه رفتاری کردم که تغییر کردم ماما؟ خوبه خودتو لوس نکن واسه من، جدیدن این چیزایی که تو میبینم اصلا منو متعجب کرده.
این چیه تو اتاق تو چیه؟ تو که میدونی چیه؟ به من توضیح بده این چیه؟ این دست شما چه کار میکنه؟ میدونی چقدر دنبالش گشتم ماما؟ این از این صلیب گردن بنده، اون از اون تابلوی توی اتاقت که صلیبه. واقعا که چرا وقتی میرین تو اتاق آدم یه چیزی رو برمیدارین به آدم نمیگین؟ دیگه نمیشناسمت، کلن تغییر کردی. مامان من هیچ تغییر نکردم به خدا، این اعتقادات منه. چی؟ مثل اینکه تو حرف منو نمیفهمی. بذار بابات بیاد، بابات حرف بزن. یه هفته هست مامان دارم دنبال این گردنبند میگردم. رنا چشاتو باز کن، تو همون موقع که به دنیا آمدی ما تو رو با یه چیزای دیگه آشنا کردیم. اینا چیه من بر تو اتاق تو پیدا کنم؟ واقعا که ماما خب از خودم میپرسیدی، من جواب تو میدادم. جواب چی رو بدی؟ تو با این کارات، با این رفتارات، با این چیزایی که من پیدا کردم جلوی در و همسایه آشنا و فامیل داری آبروی ما رو میبری رنا. ماما مگه من چی کار کردم؟ مگه من دزدی کردم؟ اینا اعتقادات منه. اعتقاداته؟ اعتقادات این باید باشه؟ نه، مثل اینکه تو واقعا حرفای منو متوجه نمیشی. صبر کن شب بابات بیا تکلیف منو با تو روشن کنه. من دیگه کلا تو رو نمیفهمم. اعتقادات منه، اعتقادات منه. آخه چرا اعتقادات من باید به کسی آسیب برسونه؟ آسیب نمیرسونه، آسیب میرسونه. در و همسایه از من سوال میکنه رهنا چیه میندازه گردنش؟ اون چیه تو اتاقش؟ من باید چی بگم؟ ما از اون خانواده‌اش نیستیم رهنا. رنا من تو رو متوجه نمیشم، تو کلا یاغی شدی. یاغی شدم؟ آره، اصلا من دیگه تو رو نمیفهمم. وایسا شب بابات بیاد با اون صحبت کن. حسم کردی؟ اه اون شب من خیلی ترسیده بودم. از یه طرف خودم رو سرزنش میکردم، از یه طرف دیگه هم میگفتم آخرش که چی؟ بالاخره باید بفهمن. یعنی چی؟ ولی خیلی شب سختی بود تا اینکه بابام اومد. یکی دو ساعت دیدم با مامانم همش پچ و پچ میکنن، تا اینکه یه موقع دیدم که وای، بابام توی در اتاق ایستاده و داره منو صدا میکنه. رنا؟ بله بابا. من باهات رفیق نبودم؟ من دوستت نبودم؟ همدمت نبودم؟ من از بچگی هر چی گفتی برات تهیه کردم، هر چی خواستی برات خریدم. چه وضعشه؟ بابا مگه من چیکار کردم؟ مگه چه ناشکری کردم؟ دیگه می‌خواستی چیکار بکنی؟ جلو در و همسایه آبرو منو بردی. من تا بچه بودم به بابام بعد میگفتم چش. الان بزرگ شدم بعد به تو بگم چش. حیا کن دختر. مگه چه کار خلافی که انجام دادم که حیا کنم بابا؟ دیگه میخواستی چیکار بکنی؟ اینا چیه تو اتاق پیدا شده؟ من تو رو بچگی با خدا پیغمبر بزرگ کردم، چش رود گذاشتم که یه وقت خدای نکرده تو خلافی نکنی، حالا بلند شدی اینا رو من باید تو اتاق به تو بده کنم. این چه بعدشه؟ این کتاب مقدسه. کتاب مقدسه؟ مگه من گفتم این شکلاته؟ بهت میگم کتاب مقدسه، دیگه میگم اینا چیه؟ اعتقاد منه بابا. اعتقاد من، اعتقاد من، اعتقاد تو اونی که من از بچگی تو رو با خدا پیغمبر بزرگت کردم. بابا هر کسی فرقی که نمی کنه، حالا عیسی، موسی، هر کسی، مهم اینه که من با این کتاب آرامش گرفتم دیگه. فرق میکنه دختر، فرق میکنه. این به دین خود، اون بده خونه، اون نداره. من تو رو از بچگی توی خانواده بزرگ کردم که همه تابع همیم، با اون رفتیم جلو. حالا من باید بیام در اتاق تو رو وا کنم؟ این نمی دونم چیزا پیدا شد. مادرت کلی ازت شاکیه رنا. بابا تو رو خدا، من که کاری نکردم، این فقط اعتقاد منه. به این مادر صد دفعه گفتم با این دخترها، با این دوستان نگرد، پررو شدی، وقیح شدی، هر چیزی با اونا دارن تو هم داری یواش یواش یاد میگیری. بابا ولی این کتاب و مسیح قلب منو لمس کرده، الان اعتقادم به مسیحه. مسیح مسیح مسیح، اینقدر مسیح مسیح واسه من نکن. تو دیگه خیلی وقیح شدی. این آخر هفته آقای مستشاری با خانوادش دارن میان، مگه ازدواج کنی تو یه ذره درست بشی؟ خب
خب اگر بخوام ازدواجم بکنم ترجیح میدم با یه کسی که ایمان داره ازدواج کنم. دیگه نبینم از این حرفا جلو من بزنی ها، خودت میدونی ها رنا، اگه یه بار دیگه ببینم جلوی من جلوی اونا یه ذره از این صحبت ها بکنی خودت میدونی و من اه؟ اون شب من خیلی ناراحت بودم، نمیدونستم باید چی کار کنم. دوست داشتم به بابام بگم که اصلا آمادگی اینو ندارم که خانواده مستشاری بخوام بیان خواستگاری، ولی ترجیح دادم که همه چی آروم بگذره و تموم بشه تا اینکه خانواده مستشاری همون پنجشنبه اومدن خونه ما. وقتی که رفتم با پسر آقای مستشاری صحبت بکنم بهش گفتم که من اصلا قصد ازدواج ندارم و فقط به خاطر اینکه پدرم رو ناراحت نکنم اجازه دادم که اونا بیان. شکر خدا اونم پافشاری نکرد و قبول کرد و رفتنشون. نیما! بله. باباتون روبرو نشسته. بابام؟ آره باباته. اشتباه نمی کنی؟ نه خودشون هستن. چیکار کنم؟ ای وای فهمیده لابود من اومدم اینجا. نمیتونم. نه اگه فهمیده بود که الان کافر رو سر من خراب میکرد. خدا نکنه. چیکار کنی؟ میگم میخوای من برم یه جا قایم بشم؟ نه نیما فرار که نباید بکنی، باید مشخص بکنی میخوای چیکار بکنی. وای. ولی قبل از اون میخوای بدونی من چجوری فرار کردم؟ فرار؟ بابا تو که گفتی فرار نکن خوب نیست، حالا خودت هم میگی فرار کردم؟ نه منظورم فرق میکنه، ولی من فرار کردم رفتم با شبان کلیستان برادر محسود صحبت کردم. من که نمیفهمم فرار داریم مگه تا فرار؟ آره معلوم که فرار داریم تا فرار، تو راست میگی، ولی مهم اینه که وقتی که فرار میکنی به کی پناه میبری؟ شما به کی پناه بردی؟ تو باید با اطمینان به اون چیزی که اعتقاد داری تکیه بکنی، با اطمینان اونو قبول بکنی، بعد دیگه برات هیچ چیز دیگه مهم نیست. مهم اینه که به اون ایمان داری و مطمئن هستی که همیشه ازت حمایت میکنه، به اون باید پناه ببری. از همه چیزا فرار بکن ولی به اون پناه ببر. من رفتم پیش شبانم از اون کمک خواستم، بهش گفتم که چقدر ناراحت هستم، بهش گفتم که چه مشکلاتی برام پیش اومده با پدرم با مادرم. میدونی اون به من چی گفت؟ مشکلت با کیه؟ با پدرت؟ آره با پدرم. رنا تو به کلامت ایمان داری؟ آره معلومه که اعتقاد دارم. مطمئن باش اون ایمان تو رو نجات میده رنا جان. ببین ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که اکثر مردم دشمن مسیح هن. مطمئنن که دشمن اون باشن با ما هم دشمنی میکنن. پس هر کی که طالب اینه که با مسیح باش و از نعمتهای اون بهرمند بشه باید هر روز صلیب خودشو برداره و زحمت بکشه. چون اگه با مسیح زحمت نکشیم نمیتونیم با او سلطنت کنیم. شادی و جلالی که توی آسمان با مسیح خواهیم داشت نمیشه مقایسه کرد با این مشکلات و زحمتهایی که ما الان داریم میکشیم. ما باید افتخار کنیم که به خاطر منجیمون به خاطر عیسی مسیح داریم سختی میکشیم، مثل اون شاگردان مسیح یا رسولان که سختی میکشیدن و همیشه خوشحال بودن که خداوند داره ازشون استفاده میکنه. میدونی مشکل کار کجاست؟ نمیدونم. این که تو بهشون اجازه دادی شناخت نادرست درباره مسیح توشون باقی بمونه. باید تو حامل اون نور باشی برای اونا، چون اونا توی محیطی بزرگ شدن که نمیتونستن اون نور مسیح رو ببینن. تو باید حامل اون نور براشون میشدی رنا جان. اما اونا خیلی مخالفت میکنن. اشتباه اصلا تو حاضر نیستن به حرفای من گوش بدن. میدونم. ولی اشتباه تو همینجاست رنا جان. میدونی تو باید بهشون بگی که مسیح کیه و چرا به خاطر ما روی صلیب رفت. چرا روی خونش ریخته شد و از اون خون ما امروز نجات رو دریافت کردیم. باید اونا بدونن که مسیح خدای زنده ماست. ولی خب اونا اینا رو نمیدونن. میدونن. ببین اونا فکر میکنن که ما وقتی درباره مسیح صحبت میکنیم داریم یه آدم رو میپرستیم،
اما تو باید بهشون بگی که اون خدا واقعیه، اون به خاطر گناهان ما رو رفت روی صلیب، اون به خاطر ما مردش، به خاطر اینکه بتونیم امروزه با شفا و سلامتی زندگی کنیم. باید اینو بهشون بفهمونی. و از اون به بعد من تصمیم گرفتم که فقط برای خانوادم دعا کنم و بخوام از خدای خودم که قلب اونها رو لمس کنه و اونها بفهمن که مسیح کیه. عجب داستان قشنگی بود. خواهر رنا؟ بله. بابام نیست. جدی میگی؟ آره، نمیدونم کجا رفته. ببین وقتی که بابای زمینی تو اینقدر دلسوزت هست و حاضر چند ساعت بیرون منتظر تو بمونه، حالا دیگه فکرشو بکن که پدر آسمونی ما حاضر جونشو به خاطر ما بده. چیکار باید بکنم حالا؟ حالا وقتشه نیما که تو بری دنبال پدرت بگردی. تو باید بری دنبالش بگردی. آره، دفعه بعد من برم. مرسی به خاطر راهنماییات. من فعلا میرم. موفق باشی، به امید دیدار. خدا نگهدار.